همین ابتدای ویدیو از همه اون کسایی که هیچ علاقه‌ای به اوضاع سیاسی اطرافشون ندارن و معتقدن من فقط باید خبر ورزشی بخونم و کاری به سیاست نداشته باشم تقاضا میکنم تا این ویدیو رو تماشا نکنن. خب قبل از اینکه خبرها رو شروع کنم یه ویدیوی خیلی کوتاه تماشا کنید، بعد با هم در موردش صحبت میکنیم. حدود 10 روز قبل و در حالی که هنوز 3 هفته پایان مسابقات لیگ برتر باقی مونده بود، جمهوری اسلامی اعلام کرد که همه بازی‌های لیگ برتر اونم تا پایان این مسابقات باید بدون تماشاگر برگزار بشه. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه با انتشار این خبر مدعی شد این تصمیم به دلیل این گرفته شده که هیچ کدوم از ورزشگاه‌های ایران زیرساخت‌های لازم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو ندارن. این تصمیم دقیقاً زمانی گرفته شد که اعتراضات مردمی به دلیل گرونی‌های اخیر به حد اکثر رسیده بود و خطر بلند شدن مردم تهران رژیم خامنه‌ای رو تهدید می‌کرد. همون زمان توی یه ویدیو گفتم خامنه‌ای از ترس تجمع مردم این کارو کرده، ولی ناگهان بعد از چند روز سخنگوی دولت اعلام کرد بازی‌ها در حضور تماشاگر برگزار میشه. بعد از این ماجرا بود که یه ویدیوی دیگه منتشر کردم و گفتم حتماً یه کاسه زیر نیم کاسه است که ناگهان تصمیمشون رو عوض کردن. دیروز و در حالی که به گفته شاهدان عینی بوی جنازه های مردم مظلوم آبادان زیر آوار متروپول اطراف این ساختمون رو پر کرده بود، همایش 100,000 نفری سلام فرمانده برای تجدید بیعت با خامنه ای توی ورزشگاه آزادی برگزار شد و اینجا بوی بسیار بد تعفن اجساد میاد. همایشی که قبل از هر چیز دلیل تغییر تصمیم خامنه ای برای حضور تماشاگران در استادیوم ها رو برای همه مشخص کرد. مهدی گلرو با انتشار چند تا عکس از حضور مردان و زنای بسیجی و سپاهی اونم در حالی که دست به دست هم توی استادیوم آزادی حاضر شدن نوشت تصاویر گویاست. مشکلات زیرساختی برای حضور زنا در استادیوم فقط در زمان فوتبال وجود داره، نه در زمان بیعت با خامنه ای. کرونا هم فقط در زمان فوتبال وارد استادیوم میشه، نه زمان تجدید میثاق. محمود صادقی هم با انتشار یه توییت نوشت وقتی میخواهید جشن بگیرید نگاهی به تقویم بندازید، مقارن با شهادت امام جعفر صادق نباشه. نگاهی هم به گوشه و کنار کشور بندازید که مردم عزادار عزیزای از دست رفتهشون نباشه. صادقی در پی‌نوشتم نوشت ضمناً بعد از 44 سال حکومت سعی کنید توی ورزشگاهی جشن بگیرید که 200,000 نفره و ساخت خودتون باشه و البته دیوارکشی شده زن و مرد جدا، نه 100,000 نفره ساخت طاغوت با اختلاط نامحرمان. چیزی که من میخوام به این پست‌ها اضافه کنم اینه که آخوندها در حالی توی استادیومی که شاه ساخت جشن سلام فرمانده میگیرن که مردم مظلوم آبادان دارن زیر ساختمونی که آخوندها ساختن میپوسن. چند روز بعد قرار بود متروپول با حضور 800 ماشین و هزاران آبادانی به صورت رسمی افتتاح بشه. اوضاع وقتی وحشتناک‌تر میشه که میفهمیم آخوندها میخواستن ماجرای سینما رکس آبادان رو با مقیاسی خیلی وسیع‌تر برای مردم خونگرم آبادان تکرار کنن. به هر حال بعد از حدود نیم قرن استادیوم آزادی برای زن و مرد آزاد 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 شد، ولی نه برای فوتبال. به نظر من هر چقدر صبر ما مردم ایران زیاده، عقل آخوندا کمه. بعد از اینکه توی مشهد جلوی ورود زنا رو با اسپری فلفل و لگد گرفتن، حالا خودشون خانوادگی دست به دست زن و بچه‌هاشون رفتن ورزشگاه و کنار هم نشستن. آخوندا خودشون با این کارا تخم نفرت میکنن، شکاف اجتماعی ایجاد میکنن و اینطوری خودشون خودی و ناخودی میکنن، چیزی که در نهایت باعث میشه ریشهشون بخشکه و به زباله‌دان تاریخ اضافه بشن. حالا به این عکس دقت کنید. این عکس مربوط میشه به برگزاری همایش سلام فرمانده هیتلر یا همون های هیتلر معروف توی یه استادیوم ورزشی. هیتلر وقتی که داشت این همایش رو برگزار میکرد توی خوابم نمیدید که قراره چه بلایی سرش بیاد. حالا خامنه ای و آخونده هم دقیقاً همایش سلام فرمانده رو توی یه استادیوم برگزار میکنن بدون اینکه از آیندهشون خبر داشته باشن. شاید بهترین واکنش رو به اتفاقات اخیر فوتبال کشورمون مهرداد پولادی انجام داد. مدافع چپ سالهای گذشته تیم ملی با انتشار عکس بازیکنهای تیم ملی در حالی که بالای عکس نوشته بود سلام فرمانده خبر از لغو بازی ایران و کانادا اونم به دلایل سیاسی داد.
فولادی توسط آخوندا از ایران فرار کرد تا بعد از اون دیگه هیچ وقت تیم ملی یه مدافع چپ درست حسابی نداشته باشه. به هر حال سفر به کانادا لغو شد تا تقریبا یکی از دو فیفاده قبل از جام جهانی برای آماده سازی تیم ملی رو از دست داده باشیم. یه سایبری مغز فندقی زیر توییت فدراسیون فوتبال کانادا که خبر از لغو بازی با ایران داده بود کامنت داد و نوشت ممنون، ما نیاز داریم با تیمی بهتر از کانادا بازی کنیم. یه کانادایی هم در جوابش نوشت و ما هم نیاز داریم با کشوری بازی کنیم که به زنها احترام میذاره و اونها رو به استادیوم راه میده. توی این آشفته بازار جمهوری اسلامی و در حالی که آب به شدت گلالوده، یکی مثل پرویز پرستویی هم به دنبال ماهیگیریه. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، پرویز پرستویی خطاب به جبلی رئیس صدا و سیمای میلی گفته ظاهراً از شما هم آبی گرم نمیشه. پرستویی در یادداشتی خطاب به جبلی نوشت بنده به عنوان یک شهروند خودفروخته عمل کرده شما را به عنوان مسئول صدا و سیما دنبال کردم و میکنم. یادم نمیره از همون ابتدا در فرودگاه اهواز در حضور چند جانباز قول دادید و فرمودید که آقای عادل فردوسی پور مشکلی برای بازگشت به صدا و سیما نخواهد داشت که تاکنون این مشکل حل نشده و نخواهد شد. پرستویی فکر میکنه با حمایت از یه چهره مردمی مثل عادل میتونه گذشتش رو پاک کنه. اگه من جای عادل بودم براش مینوشتم شما اول عملکرد چند تا مسئول و انگلزاده درشتر رو زیر نظر بگیر، بعدش من در خدمتم. بعد از اولین مصاحبه اسکوچیش در بازگشت به ایران که گفت همه چیز گل و بلبله و هیچ مشکلی وجود نداره، توی یه ویدیو ازش انتقاد کردم و گفتم چطوریه که سرمربی تیم ملی مشکلات موجود در فدراسیون رو نمیبینه. ظاهراً لغو سفر به کانادا حتی صدای اسکوچیچ رو هم در آورده. سرمربی تیم ملی با انتشار یه پیام نوشت به نظر میرسه که رتق و فتق امور مهمتری چون برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال موجب شده آماده سازی تیم ملی و برآورده کردن نیازهای فنی و تدارکاتی این تیم اولویت اول مسئولین مربوطه نباشه. در وضعیت سورالگونه فعلی وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی کادر مربیان و بازیکن‌ها اینه که هر چه در توان دارن رو با تمام وجود برای حفظ بزرگترین سرمایه تیم ملی که عشق و امید هوادارهای این تیم در سراسر دنیاست به کار بگیرن. حق مسلم هر ایرانیه که در مورد تیم ملی و به ویژه چیزی که از آغاز مسابقات انتخابی تا امروز گذشته بیشتر بدونه. به همین منظور طی چند روز آینده در یک کنفرانس خبری در این مورد به تفصیل صحبت خواهم کرد. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما عزیزان رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران جهان قرار بدم.